احواز تهاجم به حوزه جهل و جنایت ضد باب الحوائج. کانون شورشی 573، سه‌شنبه 27 آبان 99. پاسخ فرزندان مجاهد ایران به دجالیات و همه مرتجعان و فرصت طلبان، به آخوندهای حاکم و هر کس که میخواهد جنگ مردم ایران با رژیم ولایت فقیه را به نفع دیکتاتوری دینی، به جنگ انحرافی اسلام و ضد اسلام تبدیل کند. مشهد، به آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران. کانون شورشی 392، سه‌شنبه 27 آبان 99. با درود به شهیدان قیام کبیر آبان، راهتان تا سرنگونی و آزادی خلق و میهن ادامه دارد. شیراز، شهریار، قزوین، ابهر، سومه سرا، قلعه حسن خان، بزرگداشت شهیدان قیام آبان، حسین کشاورز، حمید رسولی، مهدی دائمی، بهمن جعفری، جواد بابایی زاده و بهروز اصغرپور، با یادی از مصطفی فرزامی، شهید قیام در کرمانشاه.
شماری از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج به مناسبت سالگرد قیام آبان 98. در نخستین سالگرد بزنگاه قیام آبان 98 با درود به قیام آفرینان و هزاران شهید آن که نمادی از اراده سترگ هممیهنان اسیرمان بودند و یک هفته تمام ستونهای ظلم و ستم را به لرزه درآوردند و همه نمادهای سرکوب و چپاول را در بیش از 180 شهر در هم کوبیدند و به آتش کشیدند، سالگرد آن قیام میهنی را پاس می‌داریم. این قیام نقطه عطفی بود بر همه خیزش‌های سه دهه اخیر، چرا که این مردم و جوانان میهنمان بودند که با بهای سنگین به جهشی عظیم نایل آمدند. همانطور که در دیماه 96 دکانهای اصلاح طلب اصولگرا را برای همیشه تخته کردند، در آبان 98 مسیری نوین را در پایان دادن به تمامیت این حاکمیت جهل و جنایت گشودند و به اثبات رساندند که این هدف جز با اراده سترگ خودمان محقق نمی شود. بیچشم داشت به هر معجزه و عامل خارجی. آری، کس نخورد پشت ما جز ناخن انگشت ما. متوسل شدن حکومت به کرونا و تشکیل هر تعداد قرارگاه سرکوب هم راه به جایی نمی برد و جوانان شورشی همین مقاومت و حامیان میهنی آنها در نهایت تومار این نظام جهل و جنایت را در هم خواهند پیچید. راه همین است و البته در مقابل حکومتی به غایت ضعیف شده تر از سال 98. درود بر جوانان مبارز و شورشی، جمعی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج، آبان 99.
دستگیری مجدد زندانیان آزاد شده و خانواده مجاهدین در آستانه سالگرد قیام آبان. فراخوان بین المللی به آزادی زندانیان سیاسی تا پایان دوره کرونا. همزمان با سالگرد قیام آبان و در وحشت از بالا گرفتن اعتراضات مردمی، نیروهای سرکوبگر شمار زیادی از زندانیان آزاد شده و خانواده های مجاهدین را دستگیر و شماری را احضار و تهدید کردند که از هر گونه اقدامی به مناسبت سالگرد قیام آبان خودداری کنند. روز 21 آبان، ماموران اطلاعات در سنقر به محل سکونت شماری از زندانیان سیاسی سابق، از جمله سعید اصغری 51 ساله، سعید صمیمی 24 ساله و کسرا بنی آمریان 24 ساله یورش برده و آنها را دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند. آنها پیشتر در اسفند 1396 دستگیر شده و در آن زمان پس از 2 ماه بازجویی در بند 209 اوین با وثیقه آزاد شده بودند. این 3 زندانی در سال 1397 به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران هر یک به 5 سال حبس محکوم شده بودند. کسرا بنی آمریان مبتلا به سرطان خون است و تحت شیمی درمانی و رسیدگی های پزشکی و درمانی قرار داشت. زندانی کردن وی به خصوص در دوران شیوع کرونا سلامتی او را در معرض خطر شدید قرار می دهد. همزمان علیرضا سالار و سید رضا زرگر از خانواده های شهدای مجاهدین خلق در سمنان در مهر ماه 1399 روانه زندان سمنان شدند. سید رضا زرگر از زندانیان سیاسی دهه 60 است که بیش از 6 سال در زندانهای اوین و سمنان به سر برده و برادرش داوود زرگر در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 در اوین به شهادت رسید. علی اکبر سالار، برادر علیرضا سالار از شهدای مجاهد خلق است که در سال 62 در تهران به شهادت رسید. روز شنبه 24 آبان، سینا زهیری در تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. وی به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق به 5 سال حبس محکوم شده بود. او پیش از این نیز به مدت 2 سال به خاطر هواداریش از مجاهدین زندانی بوده است. در هفته 3 آبان ماه 1399 زندانی سیاسی حمید شریف در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. در یک تحول دیگر، زندانی سیاسی فاطمه مصنا در زندان اوین به تب روده مبتلا شده، اما از انتقال او به بیمارستان خارج از زندان جلوگیری می کنند. او که از 6 سال پیش در زندان به سر می برد، علاوه بر تب روده از مشکلات کبدی و کلیت شدید روده رنج می برد و سلامتی وی در معرض خطر جدی قرار دارد. مقاومت ایران بار دیگر توجه دبیرکل، شورا و کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران ویژه ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق بشر را برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی به اقدام فوری برای آزادی زندانیان سیاسی حداقل تا پایان کرونا فرا می‌خواند و بر ضرورت تشکیل یک هیئت بین المللی تحقیق برای بازدید از زندانها و دیدار با زندانیان در ایران به ویژه زندانیان سیاسی تأکید می کند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، 27 آبان 1399. گزارش یونایتد پرس بین المللی درباره محاکمه دیپلمات تروریست رژیم آخوندی در بلژیک. محاکمه اسدی در بلژیک در 27 نوامبر شروع می شود. این اولین بار است که یک دیپلمات رژیم ایران در خاک اروپا به جرم شرکت مستقیم در عمل تروریستی دستگیر و محاکمه می شود. این بمبگذاری تنها با تایید خامنه ای و روحانی می تواند طراحی شده باشد. همچنین ظریف وزیر خارجه و محمود علوی وزیر اطلاعات و فرماندهان سپاه و نیروی قدس نیز در این توطئه تروریستی دست داشتند. بیش از 157,900 نفر آمار جانگداز قربانیان کرونا در 465 شهر.
رکورد شکنی در ابتلای روزانه کرونا و بیماران وخیم. 482 فوتی کرونا در یک روز. 13352 ابتلای جدید به کرونا در یک روز. 5691 بیمار وخیم کرونا در آمار مهندسی شده ی رژیم. دیروز تا کنون 13352 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند که 3079 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر 5691 بیمار مبتلا به کووید به علت شرایط بالینی نامناسب در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی بستری. متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 482 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به کووید 19 از دست دادیم. شیوع کرونا در بند 4 زندان اوین. رسوایی طرح‌های پوشالی رژیم برای مقابله با کرونا در جنگ باندهای رژیم در مجلس ارتجاع. دشخیم علی باقری معاون رئیسی جلاد. بانیان قطعنامه‌ای که قرار است در کمیته سوم مجمع عمومی مطرح شود، حامی گروه‌های تروریستی هستند که دستشان به خون هزاران تن آلوده است و به آنها پایگاه و جایگاه دادند. بحران بر سر بودجه رژیم در مجلس ارتجاع. پاسدار قالیباف خطاب به نوبخت. یک تذکری در اصلاح ساختار بودجه را هماهنگ پیش آمدیم، ولی حالا یک مرتبه اظهار نظری خلاف همه توافقات تا الان می کنید. این خلاف توقع ما هست. فاجعه کرونا در ایران. آمار جانگداز قربانیان در 465 شهر از 157,900 نفر بیشتر است. نمکی: اگر غفلت کنیم مرگ‌های چهار رقمی خواهیم داشت. وزیر کشور رژیم: ما بین خوب و بد تصمیم نمی‌گیریم. تصمیم بین بد و بدتر یا واقعاً بین بدترین و بدترین هاست. هر تصمیمی می‌گیریم هزینه دارد، یعنی تصمیمات بدون هزینه نیست. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس رژیم: در مورد کرونا تصمیمات خلق الساعه به صورت فله‌ای و سلیقه‌ای گرفته می شود. مجلس یک تصمیمی، دولت یک تصمیمی و قوای دیگر یک تصمیمی. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: در 22 شهرستان 3090 بیمار کرونایی فوت کرده اند. در طول یک هفته 354 نفر فوت کرده اند. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل: شبانه روز گذشته در یک رکورد شکنی شاهد فوت 19 نفر بوده. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر سه‌شنبه 27 آبان 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 465 شهر از 157,900 نفر گذشت. شمار قربانیان در آذربایجان شرقی به 5,892 نفر، در آذربایجان غربی به 5268 نفر، در اردبیل به 1733 نفر، در اصفهان به 8880 نفر، در ایلام به 1450 نفر، در بوشهر به 1719 نفر، در تهران به 38591 نفر، در چهارمحال و بختیاری به 1235 نفر، در خراسان رضوی به 11700 نفر، در خراسان شمالی به 2528 نفر، در خوزستان به 8870 نفر، در سمنان به 2390 نفر، در سیستان و بلوچستان به 3916 نفر، در فارس به 4320 نفر،
در قزوین به 1610 نفر، در کرمان به 2678 نفر، در کرمانشاه به 3453 نفر، در گلستان به 4016 نفر، در لرستان به 6675 نفر، در مرکزی به 2978 نفر، در هرمزگان به 1780 نفر، در همدان به 4065 نفر و در یزد به 2742 نفر رسیده است. نمکی وزیر بهداشت رژیم گفت یکی از حیاتی ترین مواقع تاریخ کرونا در کشور دو هفته ایست که از شنبه رقم می خورد و اگر غفلت کنیم مرگ های 4 رقمی خواهیم داشت. غفلت در این مقطع به معنای باخت است. پس اگر کسی تخلف کرد باید رحم نکنیم. هر کس می تواند یک بمب ویروسی محسوب شود، چرا که امروز قدرت سرایت ویروس به 10 نفر رسیده و بیماری ها خانوادگی شده است. رحمانی فضلی وزیر کشور رژیم گفت ما در شرایطی الان هستیم که بین خوب و بد تصمیم نمی گیریم، بین بد و بدتر تصمیم می گیریم. اینا همه ما باید بدونیم، برای اینکه ما اون طرف هزینه های انسانی بالایی داریم، هزینه های اقتصادی بالایی داریم، هزینه های اجتماعی بالایی داریم. برای همه اینا ما مجبور هستیم که تصمیم گیری کنیم و تصمیم بین بد و بدتر یا واقعا بین بدترین و بدترین هاست. هر تصمیمی میگیریم هزینه داره، این تصمیم ها بدون هزینه است. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس رژیم امروز گفت در مورد کرونا تصمیمات خلع الصائعه به صورت فلعی و سلیقه‌ای برای مردم گرفته می شود. مجلس یک تصمیمی برای همکاران می گیرد و دولت یک تصمیمی و قوای دیگر یک تصمیمی. من تأسف می خورم که هیئت رئیسه مجلس اینقدر منفعلانه عمل می کند. من چند بار تذکر دادم که ستاد کرونا باید بیاید گزارش کار بدهد. آن 1 میلیون یورویی که آمد آیا دریافت شد نشد؟ مشکلات اقتصادی چطور باید برطرف بشود؟ در اصفهان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت شیب شیوع کرونا در اصفهان همواره افزایشی بوده و کادر درمانی از ابتدای شیوع این بیماری تا کنون لحظه ای آرامش به خود ندیده است. وی با اشاره به این که در 22 شهرستان اصفهان 3090 بیمار مبتلا به کرونا تا کنون فوت کرده اند گفت از شهریور ماه به بعد بیش از 50% از تست ها مثبت بوده است. ما حتی در طول یک هفته شاهد فوت 354 نفر از مردم استان بودیم. در اردبیل رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت شبانه روز گذشته در یک رکورد شکنی جدید شاهد فوت 19 نفر از شهروندان اردبیلی بر اثر این ویروس منحوس بودیم. همکنون شهرهای اردبیل و مشکین شهر در وضعیت سیاه کرونا می باشند. در کرمانشاه رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد کرونای استان کرمانشاه با اشاره به فوت 17 نفر در 24 ساعت گذشته در این استان گفت با این تعداد شمار جانباختگان کرونا در استان به 1116 نفر رسیده است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 27 آبان 1399. گزارش یونایتد پرس بین المللی. محاکمه دیپلمات تروریست رژیم آخوندی در بلژیک. محاکمه اسدی در بلژیک در 27 نوامبر شروع می شود. این اولین بار است که یک دیپلمات رژیم ایران در خاک اروپا به جرم شرکت مستقیم در عمل تروریستی دستگیر و محاکمه می شود. این بمبگذاری تنها با تایید خامنه ای و روحانی می تواند طراحی شده باشد. ظریف و محمود علوی و فرماندهان سپاه و نیروی قدس نیز در این توطئه تروریستی دست داشتند. دیکشنری چمبرز انگلستان دیپلمات را اینچنین تعریف می کند. یک مقام دولتی یا یک نفر در مأموریت دیپلماتیک یا یک فرد کاردان و مدبر.
اما رفتار اسدالله اسدی، یک دیپلمات بلندپایه سفارت رژیم ایران در وین، با هیچ کدام از این تعاریف همخوان نیست. در جوان 2018 اسدالله اسدی هنگام تحویل دادن 500 گرم مواد انفجاری و یک چاشنی به یک زوج ایرانی در آنتورپ بلژیک دستگیر شد. وی به این زوج دستور داد تا به پاریس رفته و این بمب را در گردهمایی بزرگ شورای ملی مقاومت ایران با حضور بیش از 100 هزار نفر شامل مهمانانی از جمله رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک، نیوت گینگریچ، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا، استیون هارپر، نخست وزیر سابق کانادا و شمار دیگری از شخصیت‌های برجسته بین المللی منفجر کنند. اسدی هر یک از اصول دیپلماتیک را نقض کرده و موجی از شکر را به سراسر جهان متمدن فرستاده است. محاکمه اسدی در بلژیک در 27 نوامبر شروع می شود. این اولین بار است که یک دیپلمات رژیم ایران در خاک اروپا به جرم شرکت مستقیم در عمل تروریستی دستگیر و به زندان می افتد. به رغم تلاش های رژیم ایران برای آزادی اسدی از زندان بلژیک، مقامات این کشور بر موضع خود علیه ترخیص اسدی پافشاری کردند. بنا به گزارش رویترز، اسدی خشمگینانه مقامات پلیس بلژیک را تهدید کرده است که اگر گناهکار اعلام شود، علیه اهداف اروپا از سوی گروه‌های ناشناس تلافی صورت خواهد گرفت. انفجار بمب در چنین ابعادی که بدون شک باعث کشته و زخمی شدن صدها نفر در خاک اروپا می‌شد، می‌تواند تنها با تایید خامنه‌ای و به اصطلاح رئیس جمهور او روحانی مورد تایید قرار گرفته باشد. از سوی دیگر ظریف به عنوان وزیر خارجه مسئول امور دیپلماتیک رژیم ایران، همچنین محمود علوی وزیر اطلاعات و امنیت و فرماندهان سپاه و نیروی قدس نیز در این توطئه تروریستی دست داشتند. ترامپ رژیم ایران را رژیم شماره یک حامی تروریسم در جهان توصیف کرده است. ترامپ معتقد است که رژیم ایران تنها از طریق سرکوب داخلی علیه مردم ایران و گسترش تروریسم در خارج از مرزهایش بر سر قدرت باقی مانده است. از این رو دخالت مستقیم ظریف در بمبگذاری اسدی موضع سخت آمریکا علیه رژیم ایران را مشروع کرده است. دژخیم علی باقری، معاون رئیسی جلاد. بانیان قطعنامه‌ای که قرار است در کمیته سوم مجمع عمومی مطرح شود، حامی گروه های تروریستی هستند که دستشان به خون هزاران تن آلوده است و به آنها پایگاه و جایگاه داده. به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم 26 آبان 99، دژخیم علی باقری کنی، معاون امور بین الملل و دبیر به اصطلاح ستاد حقوق بشر در قضایه جلادان، با ارسال نامه‌ای برای دبیر کل سازمان ملل متحد نوشت: تلاش برخی کشورها برای تصویب قطعنامه حقوق بشری در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی و قطعنامه‌ای که قرار است در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شود، وجاهت حقوقی نداشته و مبتنی بر واقعیت‌های حقوق بشری ایران نیست. کانادا که بانی قطعنامه حقوق بشری علیه نظام است، به طور سیستماتیک ناقض حقوق بشر است. همبانیان قطعنامه کشورهایی هستند که یا به گروه‌های تروریستی که دستشان به خون هزاران تن آلوده است پایگاه و جایگاه داده و یا به روش‌های گوناگون از آنها حمایت می‌کنند. دژخیم علی باقری افسود: عدم اشاره دبیر کل سازمان ملل به بزرگترین نقض حقوق بشر در سال جاری میلادی، یعنی جنایت ترور سپهبد قاسم سلیمانی، نه تنها هیچ توجیه منطقی ندارد، بلکه از نقایص جدی گزارش دبیر کل است. به ادامه خبرها از سیمای آزادی توجه کنید. کارگران و معلمان میهنمان روز سه‌شنبه در شهرهای مختلف در اعتراض به چپاولگری و ستم رژیم آخوندی تجمع کردند.
کارگران شهرداری و کارگران آب در خوزستان و کارکنان نیروگاه رامین در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق تجمع کردند. حقوق کارگران شهرداری آبجدان در خوزستان 20 ماه است که پرداخت نشده. آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی در خوزستان، کارگران شرکت میراب کشت و صنعت کارون و کارگران اخراجی کارخانه آب مدنی داماش کیلان نیز در اعتراض به بلا تکلیفی وضعیت شغلی تجمع کردند. پنجمین دختر نوجوان رام هرمزی طی یک ماه اقدام به خودکشی کرد. این نوجوان 15 ساله به دلیل نداشتن گوشی تلفن همراه برای ادامه تحصیل دست به خودکشی زد. طی یک ماه گذشته 5 خودکشی مشابه در میان دانش آموزان این شهرستان رخ داده است. کارگزاران حکومتی برای مقابله با رسوایی بیشتر حاکمیت ننگینشان دستور منتشر نشدن خبرهای این خودکشی ها را در رسانه ها صادر کردند. در حالی که خامنه ای و روحانی از تامین هزینه های ضروری برای حمایت از محرومان و زحمتکشان در شرایط کرونا خودداری کرده و سرمایه های هنگفت بنیادها و سپاه پاسداران صرف سرکوب و تروریسم و برنامه های اتمی و موشکی می شود، محدودیت های کرونا و هراس از بحران معیشتی مردم به جنگ و جدال باندهای رژیم در مجلس ارتجاء دامن زده است. از جمله 183 نماینده مجلس آخوندی نسبت به پیامدهای طرح روحانی برای کل نظام هشدار دادند. بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حمایت از اصناف و مشاغل آزاد آسیب دیده از کرونا و امروز در شرایط ناشی از همگیری بیماری کرونا انتظار است که بخش دولتی در کمک به این فعالان عرصه اقتصاد بشتابد، اما با کمال تأسف می‌بینیم که دولت بدون توجه به ملزومات تصمیم گیری برای اصناف در شرایط کرونا و بدون اقدام به جبران درآمدهای کاهش یافته این بخش و بدون پیشبینی تمهیدات معیشتی برای آنها تنها به تعطیلی واحدهای صنفی می اندیشد. با توجه به اینکه پایین آمدن قدرت خرید مردم منجر به کاهش درآمد اصناف شده و نظام صنفی کشور متکی به درآمد روزانه بوده و عموماً اندوخته و پسنداز ندارند، تأکید می کنیم که دولت باید با استفاده از اختیارات پیش بینی شده در قوانین اقدامات زیر را به عمل آورد تا خسارات ناشی از رکود فعالیت یا تعطیلی اجباری آنها قابل تحمل شود. یک، خیلی خوب بود که دولت محترم یک کمک معیشت ویژه‌ای این دو هفته برای عموم مردم، به خصوص حالا این دهکایی که کارمند دولت نیستند، حقوق بگیر نیستند، درآمدشون روزانه است، روزمزده، یه فکر جبرانی هم می‌کرد. در موارد کرونای کشور، مسائلی که مشکلات مردم توش داره بحث میشه، نه مجلس، نه رئیس مجلس و هیئت رئیسه هیچ کدام اونجا عضو نیستن. تصمیمات خلق و سائه، این که به صورت فلعی و سلیقه‌ای برای مردم تصمیم گرفته میشه، مجلس یه تصمیمی برای همکاران میگیره و دولت یک تصمیمی و قوای دیگر یک ده تصمیم دیگر. آقای رئیس، اینا کار خوبی نیست. متاسفانه هیچ کدوم از ما سوال نکردیم از هیئت رئیسه چرا آقای قالیباف نباید عضو ستاد کرونا باشه. متاسفانه تصمیمات غالبا اشتباه، نابخردانه، لجوجانه و دیرهنگام آقایان، به ویژه رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا، باعث بروز فاجعه‌ای ملی و از دست رفتن جان هزاران ایرانی شده است. اما در کنار کرونا، آن چیزی که حال مردم را خرابتر می کند اقتصاد خراب است. آقای روحانی، اجازه هم نخواهیم داد جای شاکی و متشاکی، بدهکار و طلبکار با پروپاگاندای رسانه‌ای عوض شود. منتظر و مطمئن باشید هم در محضر عدل الهی و هم در دادگاه صالحه انقلابی باید پاسخگوی عملکرد خسارتبار خود باشید. امروز بر همگان مشخص است شخص رئیس جمهور نه اینکه نمیتواند، بلکه نمیخواهد مشکلات را حل کند. مردم عزیز، همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، دولت
جوان و حزب اللهی علاج مشکلات کشور است. در جلسه روز سه‌شنبه مجلس ارتجاع یک ماده از طرح احکام کلی بودجه سالانه رژیم با وجود مخالفت نوبخت و پور محمدی نمایندگان دولت روحانی تصویب شد. پاسدار قالیباف رئیس مجلس رژیم در واکنش به مخالفت آنها گفت: یه تذکری رو به حال در بحث اصلاح ساختار بودجه و این بحث نهاد برنامه‌ریزی دوستانمون هم جناب آقای پور محمدی هم جناب آقای نوبخت میدونن که حداقل از 3 ماه قبل از شخص بنده تا بقیه بخشای کمیسیونای مجلس گام به گام تا 48 ساعت قبل این موضوعات هماهنگ پیش اومدیم و همیشه هم حمایت کردید کتبی شفاهی در جلسات، ولی حالا یه مرتبی اظهار نظر خلاف همه توافقات تا الان میکنین، این در حقیقت خلاف توقع ماست. روز دوشنبه جهانگیری معاون اول آخوند روحانی در پاسخ به این حرف پاسدار قالیباف که راه حل مشکلات را به جای ایالت‌های آمریکا در پاستور باید جستجو کرد با طعنه گفت: بودجه چوب ادب سیاستمداران به ویژه سیاستمدارانی است که تنها شعار می‌دهند. نمی‌توان ذهنی و خیالی منابع را افزایش دهیم. برخی مسائلی عنوان می‌شود که با 10 برابر بودجه کنونی نیز نمی‌توان به آن حرف‌ها جامعه عمل پوشاند. نوبخت معاون آخوند روحانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم نیز طی نامه‌ای به پاسدار قالیباف نوشت: مردم به جای اعانه و یارانه، رفع تحریم و برداشتن زانوی زور از گلوی اقتصاد را می‌طلبند. در واکنش به این حملات، یک عضو مجلس رژیم از باند قالیباف در جلسه روز سه‌شنبه با حمله به دولت روحانی گفت: معاون اول محترم دیروز فرمودند بودجه چوب ادب سیاستمداران است، به ویژه سیاستمدارانی که شعار می‌دهند. ایشان که خود از مخترعین ارز 4200 هستند، کاش زودتر به این آزمون و خطاها پی برده بودند که بعد از 7 سال نشنویم که من بلد نیستم و یا بودجه ادب می‌کند. برادر عزیز، تلاطم‌های سال 90 و 91 در مقایسه با دستپخت دولت شما در سال 97 و 98 پاره آجر هم نیست، چه برسد آوار. فرموده اید در 7 ماهه اول سال علارغم کسری 48,000 میلیاردی همه وظایف بودجه ای را انجام داده اید، اما از کجا آوردین؟ من میگویم از انتشار 125,000 میلیارد اوراق بدهی که همه بر سر دولت بعد آوار خواهد شد. جناب آقای نوبخت هم دیروز فرمودند امروز مردم ایران به جای اعانه و یارانه از مدیران خود، رفع تحریم و برداشتن زانوی زور از گلوی اقتصاد ایران میخواهند. جناب رئیس سازمان چطور آبان 98 در آن قائله بنزینی حمایت معیشتی اعانه نبود، ولی حمایت از کالاهای اساسی در مجلس 11 اعانه است؟ ادامه خبرها. گزارش‌ها از زندان اوین حاکی از شیوع کرونا در بند 4 این زندان و فقدان کمترین تدابیر بهداشتی است. دست کم 4 زندانی با تست مثبت کرونا در کنار سایر زندانیان محبوس هستند. هیچ قرنطینه‌ای وجود ندارد. همچنین سرمایه شدید و نداشتن گرمایش در بند 4 زندان باعث بیماری شمار زیادی از زندانیان شده است. گزارش‌ها از تیپ 2 زندان تهران بزرگ حاکی است که دشخیمان با گرسنگی دادن و محروم کردن زندانیان از آب گرم و امکان استحمام آزار و اذیت آنها را تشدید کردند. میزان غذا روز به روز کمتر و بی‌کیفیت تر می‌شود و تخم مرغ هم از غذای زندان حذف شده است. به زندانیان در ساعات محدودی اجازه استفاده از حمام داده می‌شود. یک مهره باند روحانی به نام غلامعلی رجایی با مقایسه وضعیت کنونی رژیم با مقطع خوردن زهر آتش‌بس در سال 67 توسط خمینی راه حل را جام زهر مذاکره دانست و گفت راه حل اصلی در پاستور نیست و در دست خامنه‌ای است.
دولت بعدی هر دولتی که باشد باید با اذن خامنه ای این قضیه را پیش ببرد و چاره‌ای هم جز این ندارد و الا این کلاف سردرگم‌تر خواهد شد. جهانگیری معاون اول روحانی در یک جلسه اقتصادی با حمله به باند رقیب گفت برخی میگویند منابع گمرکی را افزایش بدهیم. کسی که این حرف را میزند نشان میدهد که کمترین آشنایی با اقتصاد ندارد، زیرا این دست محاسبه ها موجب افزایش قیمت همه کالاها در کشور میشود. باید آشکارا و شفاف به مردم بگویند درآمدی که از این تصمیم حاصل میشود، پیامدهای آن تورم و افزایش سرسام‌آور قیمت همه کالاها خواهد بود. ادامه خبرها. وزیر خارجه آمریکا در سفر به فرانسه با امانوئل ماکرون رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد. به گفته معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، محور گفتگوهای مایک پومپئو با امانوئل ماکرون رفتارهای بی‌ثبات کننده رژیم ایران و دخالت شرورانه حزب الله لبنان در این کشور بود. مایک پومپئو همچنین در دیدار با ژان ایو لوتریان وزیر خارجه فرانسه ضرورت مقابله با خشونت افرادگرایی را مورد بحث قرار داده است و بر تلاش‌های آمریکا در لبنان در جهت برقراری یک دولت با ثبات و متمرکز و انجام اصلاحات در این کشور تأکید کرده است. رویترز گزارش داد وزارت امنیت آرژانتین اعلام کرد به سرنخی از سوی یک منبع ناشناس دست یافته که میگوید فردی در تلاش است تا یک محموله نیترات آمونیوم را از پاراگوئه برای بمبگذاری در یک محل یهودیان به آرژانتین بفرستد. به گفته این وزارتخانه تحقیقات برای پیدا کردن فرد ذکر شده آغاز شده است. مقامات گفتند بر اساس سرنخی که به دست آورده اند تحقیقات برای شناسایی این فرد را شروع کردند. رویترز یادآوری کرد که در سال 1994 یک خودروی بمبگذاری شده در برابر ساختمان آمیا مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس منفجر شد و 85 نفر کشته شدند. در سال 2014 آلبرتو نیسمن به عنوان دادستان ارشد در این پرونده تعیین شد و کشف کرد که مقامات ارشد دولت آرژانتین دخالت عوامل رژیم ایران را در این حمله مخفی کرده بودند. بالاترین مقامات درگیر در تعقیب قضایی این بمبگذاری شامل اعضای سرویس اطلاعاتی و مقامات دولت وقت آرژانتین توطئه کردند تا کشف حقیقت در مورد ارتباط رژیم ایران را در این انفجار مخفی کنند و از محاکمه مسئولان جنایت جلوگیری به عمل بیاورند. ایرینا بوگدانی، استاد دانشگاه تیرانا، جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست داد. اویز کشی، وزیر آموزش و پرورش آلبانی، در قدردانی از او گفت خانم بوگدانی یک استاد دانشگاه و یک مربی حرفه‌ای بسیار خوب بود. یک پزشک سرشناس آلبانی به نام دکتر ایلیریان دراچی نیز بر اثر کرونا درگذشت. وی پزشک کلینیک شماره یک تیرانا بود. بینندگان عزیز، پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدایار و نگهدار همه شما.